رویتر 26 اکتبر 2011 4 آبان 90 یک بیانیه پارلمان اروپا با 120 امضا از نمایندگان همه گروه‌های پارلمانی از آمریکا و شورای امنیت خواست تعلیق ضرب العجل اشرف را به دولت بغداد تحمیل کنند. خبرگزاری رویتر، استراسبورگ، ایران، عراق. 120 نماینده پارلمان اروپا خواستار تعویق بستن اشرف شدند. روز چهارشنبه رئیس هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق گفت تخلیه کمپ اشرف در عراق که 3400 مخالف ایرانی در آن به سر می‌برند بایستی به تعویق بیفتد. در غیر این صورت یک درگیری و کشتار صورت خواهد گرفت. استران استیونسون که یک محافظه‌کار بریتانیایی است طی یک کنفرانس مطبوعاتی در استراسبورگ گفت دولت عراق که تا پایان سال خواستار بسته شدن این کمپ واقع در 65 کیلومتری شمال شرقی بغداد شده است خود را برای اجرای یک تهاجم به منظور راضی کردن رژیم ایران آماده می کند. وی که از قول منابعی بدون ذکر نام در درون سازمان ملل نقل می کرد گفت یک نبرد حول کمپ اشرف برای حذف فیزیکی ساکنان در حال تدارک است. نخست وزیر عراق نوری‌المالکی گویا از همکاری با سازمان ملل برای برگزاری مصاحبه‌های لازم جهت اخذ استاتوی پناهندگی که اجازه خواهد داد پناهندگان اشرف در اروپا و ایالات متحده مورد استقبال قرار بگیرند سرباز می‌زند. استران استیونسون گفت این مصاحبه‌ها هنوز شروع نشدند و آمدانه بلوکه شدند. در روز 8 آوریل گذشته در یک عملیات علیه کمپ اشرف توسط ارتش عراق بنا به گزارش اولیه سازمان ملل منجر به کشته شدن 34 نفر شد و به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران از مخالفین رژیم تهران که از 20 سال پیش در این کمپ مستقر هستند 345 نفر نیز زخمی شدند. یک بیانیه پارلمان اروپا که چهارشنبه 120 امضای نمایندگان از همه گروه‌های سیاسی را تایید کرد از ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل خواست که به دولت بغداد تعلیق ضرب العجل بستن کمپ را تحمیل کنند. خبرگزاری فرانسه 26 اکتبر 2011 4 آبان 90 120 نماینده پارلمان اروپا خواستار تعویق ضرب العجل علیه اشرف شدند. مبتکران بیانیه پارلمان اروپا لوی میشل از بلژیک، کمیسر پیشین اروپا، ژوزه بووه از فرانسه، مدافع محیط زیست و استران استیونسون، محافظه‌کار از انگلستان هستند. امضا کنندگان به فوریت از رئیس دیپلماسی اروپا کاترین اشتون و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل و ایالات متحده خواستار فشار روی دولت عراق شدند تا دست از طرح بستن کمپ تا 31 دسامبر بردارد. استراسبورگ، پارلمان اروپا، خبرگزاری فرانسه 120 نماینده پارلمان اروپا خواستار تعویق ضرب العجل علیه اشرف شدند. روز چهارشنبه مبتکران یک بیانیه پارلمان اروپا که توسط بیش از 120 نماینده امضا شده است خواستار تعویق بستن اشرف گردیدند که 3400 پناهنده ایرانی مخالف رژیم تهران به گفته آنها در آنجا در خطر یک درگیری و کشتار هستند. امضا کنندگان به فوریت از رئیس دیپلماسی اروپا کاترین اشتون و
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل و ایالات متحده خواستار فشار روی دولت عراق شدند تا دست از طرح بستن کمپ تا 31 دسامبر بردارد. امضا کنندگان متن که ابتکار آن از سوی محافظه‌کار بریتانیایی استران استیونسون، لیبرال بلژیکی و کمیسر سابق اروپایی لوی میشل و مدافع محیط زیست فرانسوی جوزف بوه انجام شده است، هشدار می‌دهند که طرح بستن کمپ می‌تواند بهانه‌ای برای یک درگیری و کشتار گسترده باشد. در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در استراسبورگ، آقای استیونسون که ریاست هیئت پارلمان اروپا برای رابطه با عراق را به عهده دارد، اطمینان داد آماده سازی هایی برای از میان برداشتن ساکنان کمپ در جریان است. اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر غربی آماده‌اند از ساکنان کمپ استقبال کنند، اما این روند به وسیله موانع ایجاد شده توسط شخص نخست وزیر عراق بر اثر فشارهای ناشی از رژیم ایران بلوکه شده است. نماینده اسکاتلندی که خطر یک نوع سربرنیتسا را گسترد می کند گفت رژیم ایران می خواهد ساکنان کمپ را از میان بردارد. او از جامعه بین‌المللی خواست که قبل از این که خیلی دیر شود دست به اقدام بزند. هفته گذشته رهبر اصلی ترین جنبش اپوزیسیون ایرانی مریم رجوی خطر یک حمله نزدیک به اشرف توسط نیروهای عراقی را که ممکن است منجر به خونریزی شود گوشزد کرد. مجاهدین مخالفان مصمم علیه رژیم ایران هستند.